از نظر میشه گفت مرکزگرایی به حال حالا هنوز بعد از 100 سال از مشروطه نیز میگذرد، ما هنوز که هنوز جدن اون توزیع قدرت و ثروت رو هنوز به آن نرسیدیم. حالا پهلویز رو به عنوان یک ایدئولوژی به بیانش کردیم، به عنوان سکولاریزم، به عنوان ناسیونالیزم و نظر مدرنیته، و اینی که اسلام بحثش بر این اساس میخواد به آغازین خودش میخواد برگرده و مسئله داره به دورانی مدرنیته و گلوبالیزم. اگر صحبت از گلوبالیزم میشه، اسلام به دنبال یک گلوبالیزه اسلامی است، خلافت هست، امارات هست و دولت اسلامی است. بحث دوم این هستش که به علاوه تا چند روزه یک قانون اساسی و نخبه سالاری و شایسته سالاری میتونه راهکار استراتژیک باشه برای مردم ایران که در اپوزیسیونش کنار هم دیگه، یعنی به یک توافقی برسن بر طبق یک متنی که قابل قبول شه. حالا این متن میتونه پادشاه پارلمانی باشه، فدرالیسم باشه، یا اینی که میتونه به صورت جمهوری باشه، ولی اینکه در کنار یکدیگر یک مجلس مؤسسان میگن تغییر بدن، تشکیل بدن. و میبینیم که خیلی ها اصلا میگن که نه آقا، اول باید سرنگونی باشه، بعدا مجلس مؤسسان بیاد ایجاب بشه. و در خلاصه آنچه که گفته شد در این قسمت از برنامه، ما باید یک فرهنگ سازی بکنیم، و اینی که تا چند اندازه حالا از طریق کلاب هاوس، از طریق اینی که گوش شنوا داشته باشیم، و اینی که صدای مردمی رو تا چند اندازه صدای راستین مردم رو میتونیم بسان عمومی دنیا بتونیم برسونیم، که خواسته مردم آزادی، برابری و برادری هستش، و به دنبال یک در حال یک رستاخیز و یک جنبش خشونت پرهیز هستن. با وجود اینکه میبینیم که به جای نه اعتراضات، اعتصابات به جای نه انجام میده، با سرب داغ، با ساچمه پاسخ یافتن. و بحث سومی که مطرح شد در این قسمت از برنامه برای این بوده که آیا مردم هستن که تصمیم میگیرن یا استعمار جهانی، و استعمار جهانی به دنبال آن هستش که تا اونجا که ممکنه یک میشه گفت دکوری از مولاتریز در ایران باشه، که حالا از یک طرف پاسدار یا سردار سالاری، از یک طرف دوست سالاری، از یک طرف کلپتوکراسی و غیره، که قدرت رو در دست داشته باشن از طریق اینها، از طریق به هر حال چینوفیل ها، روسوفیل ها، انگلوفیل ها که در بیت رهبری هستن. در اون موقع به هر حال مقابله میشد به عنوان میهن پرستی، خدا شاه میهن، در مقابل آنانی که دست درازی میخواستن بکنن، حالا چه در دوران مصدق بود چه در دوران بعدش. دیدیم که شاه رو چگونه آمدن و برکنار کردن، همینطور رضا شاه رو آمدن برکنار کردن، که شاه فقید گفته بود که اگر دست این دست قطع شود در کنسرسیون نفت در 1973 به عنوان عقاب اوپک مطرح شده بود، 6 سال آینده که 1979 بود، دست قطع بشود من امضا نخواهم کرد. برای همین عقاب اوپک که ایران و در اون موقع سعودی بودیم، شیخ دیدیم فیصل فکر کنم ترور شد، و شاه را نیز میگن که به چگونه آمدن، خودشون میگن 150 میلیون دلار دموکرات ها دادن، 60 میلیون دلار به هر حال قذافی داد، و در اردوگاه فلسطینی دست در دست فلسطینیون که بعدان اومدن و قدرت رو در دست گرفتن، از یک طرف با ایران بودن، از طرف دیگه در دوران بازرگان خمینی و غیر روی کار آمده بودن، دست در دستان بودن، پولهای مفت رو بردن، و دیدیم چگونه به صدام پیوستن، برزه ایران خنجر به پشت ایران و ایرانی زدن. بحث آخر ما به هر حال بر این است که در خلاصه مطالبی که